آقای دکتر حمید میرزا آقاسی هستند. خیلی خوش آمدید. با عرض درود و بهترین شادباش ها به نام خدا در خدمتون هستم. از اینکه این فرصت گرانبها رو به من مرحمت فرمودید که در خدمتون باشم بسیار سپاسگزارم و از توجه بی سابقه بینندگان شما هم بسیار خوشحال هستم و این آمارها نشون میده که چه اندازه مردم مستعد آموخته هم هستند و چقدر ما به این مردم بدهکار هستیم. من میخواستم از این فرصت استفاده بکنم، از همه کسانی که ما رو تشویق کردند، همه کسانی که ما رو مورد شماتت قرار دادند و کسانی که به علت خشم از دیگران به جای تنبیه ستمکار قربانی رو تنبیه کردند، از همه اینها تشکر کنم و عرض کنم که من درد مردم رو میفهمم و فریبی که بر مردم گذشته و ستمی که بر مردم شده کاملا قابل فهمه و انسان مجروح و جریحه دار حتما فریاد میزنه و هر کسی که رنگ و شکل مذهب داشته باشه، چون از مذهب آسیب دیدن، آدم مذهبی رو در آغاز کار مردود محسوب میکنند و همه اینها قابل فهمه و میخواستم بگویم که من از تشویقهایی که کردید ممنون هستم، از انتقادهایی که کردید بیشتر سپاسگزارم و اون کسانی هم که به علت جراحاتی که دیگران به اونها وارد کردند ما رو مورد شماتت قرار میدن، درد اونها رو هم میفهمم، از همه اونها ممنونم. در جلسه گذشته صحبت ما بر سر تعارض تاریخ با قرآن بود و عرض من این بود که برای کسانی که باورمند به قرآن هستند، وقتی که این تضاد و تعارض دیده میشه طبعا بایستی یکی رو معتبر بدانند و دیگری رو بی‌اعتبار و من به عنوان یک مسلمانی که باورمند قرآن هستم تاریخ رو وقتی که در تعارض و تضاد با قرآن میبینم طبعا معتبر نمیبینم و به نظر من راه دیگری هم وجود نداره. موضوع دیگه این که علوم اسلامی 16 یا 17 رشته مختلف علوم مختلف روایت حکمت شأن نزور کلام فلسفه است، تاریخ، عرفان، اخلاق، روایت و علوم دیگری است که همه اینها مجموعاً به عنوان علوم اسلامی شناخته میشه. من این علوم رو نه رد میکنم نه قبول میکنم. شما به یک مدرسه ای که میرید سر کلاس فیزیک شیمی درس نمیدن یا سر کلاس شیمی فیزیک درس نمیدن، این دلیل بر این نیست که معلم با اون مبانی مخالف باشه یا موافق باشه. در برنامه شما هم نقش من و علت حضور من در این برنامه این است که من سعی در این دارم که این برنامه رو به ترتیبی به اصطلاح اجرا بکنم که موقعیت و موضع خودم رو در چارچوب قرآن با شما موضوع جناب عالی کاملا روشنه و این روشن کردید، ولی این مسئله در اینجا هست که قرآن کتاب تاریخی نیست. قرآن یک کتاب ایمانی است بر مبنای یک سری دستورات برای زندگی بشر و بخش تاریخی اون پوشنده تاریخ بشر نیست که ما همه این تاریخ رو بخوایم با قرآن مقایسه کنیم و بگیم جایی که با قرآن همسازی نداره ما قرآن رو انتخاب میکنیم. هیچ کس برای مطالعات تاریخی و آشنایی با تاریخ از کتاب مذهبی استفاده نمیکنه و اگر استفاده بکنه دایره این دید بسیار بسیار محدوده. آیا اینطور هست یا نیست؟ شما اگر تاریخی که وابسته و غیر مربوط به مذهب هست مطرح می‌فرمایید، فرمایش شما کاملا صحیحه. اما اگر ما درباره تاریخی حرف می‌زنیم که مذهب رو در چارچوب و در پرسپکتیو تاریخی قرار میده، بایستی که مبنا و سند تاریخی ما
اون مذهبی باشه یا کتاب اون مذهبی باشه که این تاریخ مرتبط با اون مذهب هست. به همین جهت اگر اجازه بدید، چون این گفتگوی بین من و شما بین در مورد تعارض بین تاریخ و تاریخ مذهبی و کتاب مذهبی کماکان باقی است، بریم سر بخش دیگری. شاید در پایان بتونیم این نتیجه‌گیری رو بکنیم که کدوم ما فکر میکنم که احتمالاً یا قانع میشه و یا اینکه خب برای خودمون ادامه میدیم و فعلا در این مجموعه احتمالاً به دنبال پیدا کردن جواب نخواهیم بود. اون چه که برای من بسیار اهمیت داره و دلیل برگزاری این جلسه سوم شد، حقیقتش بخواهید استقبال شما بینندگان عزیز بود. حدود 10-15% از شما اصولاً اجرای چنین برنامه‌ای رو اتلاف وقت میدونستید و میدونید و حتی کارتون به ناسزایی کشیده بود در اینکه چرا شما از آقای دکتر آقاسی دعوت میکنید بیان و نظرات خودشون رو تبلیغ بکنند و بگویند. اولا من هیچ دینی رو تبلیغ نمیکنم که بیان اینجا و نظراتشون رو بگن. هر کدوم از ادیان، هر کدوم از مبلغین ادیان و کسانی که میخوان در مورد دینشون صحبت بکنن در فرمتی که با آقای دکتر آقاسی صحبت میشه مورد استقبال هستن، میتونن تشریف بیارن و ما با هم صحبت میکنیم، ولی به شرط اینکه ظرفیت تحمل رو در حد آقای دکتر آقاسی داشته باشن که گاه با سوالات و چالش‌های فوق‌العاده سخت باید مواجه بشن و در این حال در این مجموعه گفتگو از یه محدوده نزاکت متقابل نبنده و نه طرف گفتگوی بنده نباید خارج شیم. یه خط قرمزهایی حتما وجود داره. اما دلیل دعوت مجدد فقط این نبود که من دلم میخواد با آقای دکتر آقاسی صحبت بکنم. من خودم متحیر شدم. این فقط بخشی از سوالاتی است که توسط شما بینندگان عزیز بعد از برنامه دوم مطرح شده. طرز میکنم فقط بخشش به خاطر اینکه من فرصت نکردم که بقیه رو اصلا حتی پرینت کنم بیارم و اون چرا که روی تکس ها بود با دقت دنبالش برم، فقط یک گزیده ای رو گزیدم و امروز مبنای پرسش هام از آقای دکتر آقاسی قرار میدم. بنابراین هیچ کدوم از این پرسش ها پرسش هایی نیست که از طرف خود من برخواسته باشه، پرسش هایی است که بینندگان من مطرح کردند. من هم به احترام اونها کسی رو که طرف صحبت اونها هست دعوت کردم تشریف بیارن و به این پرسش ها پاسخ بدن. امیدوارم این راه رو بتونیم ادامه بدیم. همونطور که عرض کردم خدمتتون، این در به روی تمام ادیان بازه، فقط با شرط اینکه این برنامه برنامه تبلیغاتی برای هیچ دینی نیست. در مقابل دعوت از آقای دکتر آقاسی هیچ پولی از ایشون دریافت نمیشه، نه ایشون پولی به ما میدن نه پولی از ما میگیرن و اصولا من در تمام دورانی که پایه این کار رو تونستم بگذارم از سال 2002 تا حالا بر مبنای تأمین درآمد برای خودم یا تلویزیون هیچ کاری رو نکردم و فکر میکنم که این مسیر غلطه. اما این مسیر این که بیایم مثل دو تا آدم آزاد بشینیم نظراتمون رو با هم دیگه مطرح کنیم بدون تردید همیشه مسیر درستی هست و عرض میکنم اهل بهائیت، اهل مسیحیت، اهل یهودیت، بودیستا، لامذهب ها، اونایی که هیچ اعتقادی ندارن، به هر حال همه در این برنامه برشون بازه، به شرط اینکه کالیبر بحث رو داشته باشن و تحمل گفتگوهای سخت رو زنگ بزنن، تماس بگیرن، حتما در خدمتشون خواهم بود. آقای دکتر آقاسی، اولین پرسشی که شده، یعنی اولین پرسشی که الان دم دست من هست برایتر، پرسشی است که معتقدند خداوند کارش تبعیض گذاشتن بین ابنای بشره و یه آیه رو انتخاب کردن. این آیه آیه 25 از سوره نساء. آیه رو میخونم: و آن کس که از شما که توان مالی ندارد تا با زنهای آزاد مؤمن ازدواج نماید، پس از بردگان ملکی، از دختران جوان با ایمانتان به زنی بگیرد
و خداوند به ایمان شما داناتر است. داناتر است، همه از یک دیگرند. پس با آنها به اذن صاحبانشان ازدواج نمایید و مهرهایشان را به طور پسندیده به آنها بپردازید. در حالی که آنان پاکدامن باشند، نه اهل زنا و نه دوستگیران پنهانی، مثل اینکه رسم رفیقگیری در دوران پیغمبرم بوده به طور پنهانی. پس هرگاه این زنان، توی پرانتز کنیزان، ازدواج نمودند، اگر کار زشت، توی پرانتز زنا، انجام دادند، بر آنها نصف آن کیفری است که بر زنان آزاد است. این توی پرانتز تجویز ازدواج با برده، پرانتز بسته، برای کسی از شماست که از مشقت و ضرر بترسد و صبر کردن برای شما بهتر است و خداوند بسیار آموزنده، آمرزنده و مهربان است. خب این چه تبعیضی است که خدا در عذاب کردن قائله؟ چه بین زن کنیز، زن کنیز میره دوست پسر میگیره، حالا واژه امروزیش اینه دیگه، چون اینجا هم واژه خیلی دوستگیری پنهانی میکنه، میره دوست پسر میگیره یا میره زنا میکنه. زن آزادی هم که زن پیغمبر بوده میره یکی از این کارها رو میکنه، اون یکی رو باید نصفش کرد، کیفرش نصف این یکیه. مگه هر دوتاشون زن نیستن؟ مگه هر دوتاشون مرتکب گناه نشدن؟ بله، در درجه اول ترجمه این آیه تا حدودی قابل توجهه. آیت الله مشکینی اینو ترجمه کرد. بله. میخواید ترجمه آیت الله مکارم شیرازی رو بخونم؟ ازم حالا وقت خیلی مصرف میشه اگر که بخوایم اون کارو بکنیم با توجه به کثرت سوالات. من سعی میکنم که اینها رو خیلی خلاصه جواب بدم. فقط ایرادم به ترجمه ایشان اینه که بردگان ملکی، ما در اسلام برده نداریم و به خصوص برده ملکی نداریم، به خاطر اینکه قرآن میگوید که مالک کائنات و هستی خداست و انسان بر هیچ چیزی من جمله انسان دیگه مالکیت نداره. عبارتی که این ترجمه از اون برمیاد، ملکت ایمانکم، یعنی کسانی رو که دست راست شما در اختیار داره، که این یک اصطلاح زبان عربی است که اگر که بخواهیم به انگلیسی اونو برگردونیم میشه کسانی که تحت لیگال کاستدی شما هستند، کسانی که تحت کفالت و تحت حمایت و تحت نظر شما هستند، که این گروه میتونن زندانی ها باشن، میتونن اسرای جنگی باشن و کسانی که به دلایل حقوقی از آزادی داشتن یا به علت عوارض طبیعی یا به علت شرایط قانونی از حق آزادی معادل با دیگران بی بهره شدن. آقای دکتر، در این آیه به خصوص داره در مورد کنیز و زن آزاد صحبت میکنه. اتاق فرمان سرکار خانم غزال، اجازه فرمایید. بله بله، من الان میدم خدمتتون متن آیه رو بخونم. متن عربیش رو. بله، متن عربی رو. اتاق سرکار خانم، اگر ممکنه گوگل بفرمایید، یعنی من بعد تمام آیاتو میتونید به همین راحتی گوگلش بکنید، من فکر نمیکردم که ضرورت داشته باشه. مثلا در اینجا بزنید سوره نساء آیه 25، اگر بتونید اینو روی صفحه بیارید، سوره نساء آیه 25 رو، متن عربی ابتدا میاد و بعد ترجمه هایی رو که زیر این هست، ترجمه آیت الله مشکینی هست، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی هست، ترجمه آیت الله موسوی همدانی هست، ترجمه استاد الهی قمشه‌ای هست، ترجمه استاد مهدی فولادوند هست. اینها تمامشون نظراتی است که هست و این هم متن آیه است. بله، من دارم متن آیه رو. بله. این در این فقط برای من این رو توضیح بفرمایید حضرت عالی، که چرا بین عذاب حتی زن آزاد و کنیز تفاوته و تبعیزه. در اینجا فرمودید که ارتباط زنانی که کنیز هستن با زنان پیغمبر، اینجا اصلا هیچ ارتباطی این آیه با زنان پیغمبر نداره، مخاطب این آیه همه افراد هستند و در متن. خب اگر مخاطبش همه افرادم باشن، چرا این تبعیض وجود داره؟
تبعیض به این صورت وجود داره که کسانی که تحت حمایت شما هستند و کسانی که ضعیفتر از شما هستند و کسانی که شما بر اونها غالب هستید و زورمند به اونها هستید، قانون اونها را از نظر برخورداری از حمایت حق بیشتری داده. یعنی کسانی که در اختیار شما هستند و شما به اونها غالب و چیره هستید، اگر که مطابق دیگران مرتکب خطا بشوند، تنبیهی که برای اونها قائل شده نصف هست. مطلب دیگری که در این آیه خود شما هم توجه خواهید کرد، این توجیه کافیه جناب دکتر؟ این توجیه کافیه؟ شما به هیچ عنوان در هیچ جامعه ای میزان تنبیه رو نسبت به افراد بدون ارتباط نمیتونید بدونید. شما چطور میتونید که یک کودک، یک دیوانه، یک آدمی که در دفاع یک کاری کرده، یک آدمی که در خشم یک کاری کرده، شما شرایط ارتکاب جرم رو از نظر حقوقی باید در نظر بگیرید و قانونی که برای تنبیه اون مجرم قائل میشید مطابق با شرایطی باشه که هدف از تنبیه رو به وجود بیاره. من نمیفهمم. در تنبیه یک آدم بایستی که عبرت گرفته بشه. یک کنیز مرتکب زنا میشه و یک زن آزادم مرتکب زنا میشه، درست؟ بله. چرا مجازات اینا با هم در اساس فرق داره؟ این چه استدلالیه؟ زن آزاد و زن به اصطلاح در یک رابطه زنا که در شرایط مشابه انجام شده یعنی چی؟ یعنی زن به این رابطه غیر توصیه شده علاقمند بوده، بدون فشار به این رابطه تن در داده، داوطلبانه تن در داده، چه زن کنیز بوده باشه چه زن آزاد بوده باشه. چرا مجازات متفاوت؟ فرمودید که اعدام باید بشه، یه لغت اعدام فرمودید. نه خیر، من نگفتم اینا، نه گفتم چرا مجازات متفاوته. مجازات مرد یا زن زناکار در قرآن از نظر حدود، میدونید که مجازات رو در قرآن به نام حدود اسم میبرن. حدود یعنی که از صفر تا اون حد اکثری که قانون معین میکنه، و حد اکثر مجازات کسی که زنا میکنه در قرآن 100 ضربه شلاق معین شده. این هم قانون نیست، این حکمه. ما در جلسه گذشتم فکر می‌کنم چرا یکی باید 50 ضربه شلاق بشه؟ جلسه گذشتم حضور شما عرض کردم که بین قانون و حکم تفاوت هست. حکم یک نوع توصیه و قضاوت، این آیه قرآنه. قانون یک امری است که اجرایی، قانون کتاب هدایت، دفعه پیش گفتیم کتاب تعلیم، قانون کتاب اعمال و تحمیل نیست. آیات قرآن این چیه؟ هم یک حکمی است که در قرآن توصیه شده که افرادی که مرتکب این خطا میشن به توصیه قرآن، حکم و قضاوت این است که به این شکل تنبیه بشه. خب شما به عنوان یک فردی که حق قانون گذاری دارید می توانید که این توصیه رو مورد نظر قرار بدید. در قانون سازی میتونید این توصیه رو مورد نظر قرار ندید. خب من بحثم بر سر این حکمت الهیه. حکمت چه الهی حکمتی در این هست که یک دو تا زن زناکار هر دو مرتکب زنا شدند ولی یک کسی نصف اون یکی باید مرتکب عذاب اون زن عذاب رو تحمل کنه؟ اون حمایه شما هست. پاسخ شما اینه که من حکمت خدا رو نمیدانم، اما اون چه که از این آیه مستفاد میشد این است که افرادی که ضعیفتر هستند و تحت تسلط شما هستند و شما بر اونها تسلط و چیرگی دارید، قدرت تنبیه شما نسبت به اونها نصف میشه و این در واقع نوعی تأمین اثبات حمایت یا تثبیت حمایت در مورد این افراده. اما این آیه یک مفاهیم دیگری هم داره و پاسخی است به کسانی که میگویند در اسلام زنای با کنیز یا داشتن رابطه جنسی با کنیز مجازه. و بخش عظیمی از سوالات شما من مطمئن هستم که مربوط به همین است که رابطه جنسی با کنیز احتیاج به ازدواج و رعایت رسمیت ازدواج رو نداره. در اینجا خیلی مشخص و واضح بیان شده که تحت هیچ عنوان مرد و زن خارج از دو نوع رابطه نمی توانند داشته باشند، یا رابطه نکاحی است یا رابطه ازدواجی است در واقع، یا رابطه زنایی است. و بعد زنا و نکاح هر دو در قرآن تعریف شده. سوال شما اگر در این مورد است که
چرا در واقع تبعیض بین اینها قائل شدن؟ تبعیض چرا در مجازاته؟ بسیار ساده است سوال من. پاسخ من به شما این است که مجازات با انتقام تفاوت میکنه. مجازات جنبه اصلاحی داره و حکمت خدا در این است که کنیز با 50% تنبیه میتواند که هدایت بشود و عبرت بگیرد. پس واقع دلیل عقلی قابل فهم برای من بشر نداره. شما اگر اجازه بفرمایید قسمت دوم عرایزم رو خدمتتون تقدیم بکنم. فقط اجازه بفرمایید من یه پرسش کنم از اتاق فرمان. آیا پیدا کردید این سوره رو؟ خیلی ساده است. لطف بفرمایید گوگل کنید سوره نساء آیه 25. همین. اینو گوگل بفرمایید میاد، بعد تفسیر و تدبیر این آیه میاد و همه نظرات زیرش. به همین سادگی میشود این رو داشت. بله. قانون به طور کلی یا حکم در قرآن بر مبنای حدود معین میشه. یعنی یک قاضی در دادگستری میتونه که بین 0 تا 100 ضرب شلاق برای زانی معین بکنه. اجباری نداره که 100 ضرب شلاق معین بکنه. به تشخیص قاضی تنبیه باید به طوری باشه که جلوی تجدید جرم رو بگیره. بله، ولی قاضی رو اجازه نداده دادگاه. قاضی بر مبنای حدودی که در این آیه شریفه بهش اجازه داده میتونه در داخل اون مانور بکنه. یعنی قاضی بیشتر از 50 ضرب شلاق نمیتونه برای کنیز معین بکنه. پرسش من در اینجاست که چرا زن آزاد 100 ضربه و زن به اصطلاح کنیز 50 ضربه، در حالی که هر دو مرتکب شرایط در شرایط مشابهی مرتکب گناه مشخصی شدن. من سوالم اینه. ولی شرایط این دو فرد با هم دیگه تفاوت میکنه. ببینید در واقع شمول مساوی قانون بر افراد باید بر اساس موقعیت مساوی اشخاص باشه. بفرمایید این متن همین سوره است. بسیار خوب، از شما خواهش میکنم. موردی که مورد لطفا بیارید پایین تر عربی دیده بشه. اختلاف ترجمه ما هست. این هست که فمن از و از کسانی که ما ملکت ایمانکم در قسمتی که در سطر دوم قسمت وسط دیده میشه. ما ملکت ایمانکم یعنی کسانی که دست راست شما مالک آنها شده. آی دکتر کدوم یکی از این شخصیت هایی که ترجمه کردن به زعم شما نزدیکتر به اصل متن ترجمه کردن؟ استاد الهی قمشی رو قبول دارید؟ من همه این آقایون رو قبول دارید در ترجمه؟ به اینکه قرآن رو ترجمه کردن قبول دارم، ولی دیکشنری عربی به فارسی رو از همه اینها بیشتر قبول دارم. و بعد هم ما نگاه میکنیم که وقتی که در قرآن میگوید که سماوات و عرض یعنی کل کائنات در انحصار مطلق مالکیت خداست، مالکیت دیگران جنبه اصطلاحی پیدا میکنه. الان در اینجایی که میگوید ملکت یعنی مالک شده است، ایمانکم یعنی دستهای راست شما. حالا ما این سوال میکنیم که اگر تحت لفظی ما اجازه داشته باشیم که این آیه رو ترجمه کنیم، مثلا کسانی که دست چپ شما مالک اونها شده، اونها این حکم درشون صادق نیست؟ یا اینکه در جای دیگر قرآن میگوید که ما عقدت ایمانکم، چیزی که دست راست شما پیمان بسته. منظور دست راست یک اصطلاحی است در زبان عربی و همینطور در زبان عربی قرآنی که اشاره به توجیه و حقانیت یک موضوع میکنه. و بنابراین در اینجا موضوع مالکیت و موضوع بردگی به هیچ عنوان مطرح نیست. یعنی کسانی که تحت تسلط شما، تحت حمایت شما و تحت نظر شما هستند. همونطور که هستند. ولی ما از این حکمت خبر نداریم. حکمت الهی رو نمیدونیم. ما از این حکمت به این علت خبر نداریم که توجه نمیکنیم که علت تنبیه چیه؟ چرا باید یه نفر که زنا میکنه اصلا شلاقش بزنن؟ نه من به اون کار ندارم. برای اینکه دردش بیاد. نه نه نه. برای اینکه خوشش بیاد. نه آقای دکتر آقاسی اون یه بحث دیگه است. جناب دکتر شما ساختمان حقوق جزایی رو در قرآن بررسی بکنید. نرسیدیم هنوز به اون. اجازه بفرمایید. من مورد رو دارم میبینم. برسید به اینکه چرا اصلا تنبیه در قرآن آمده؟ چرا احکام مجازات بدنی اومده؟ اون وقت ما به نتیجه و ساختمان
قانونی کیفری. یعنی ما متوجه میشیم، اجازه فرمایید، در اون حالت ما متوجه میشیم چرا تفاوت هست بین مجازات کنیز و زن آزاد. همینطوره، ما تنبیه رو با آثارش آقای فروزنده اندازه گیری میکنیم، نه با ایرادش. یعنی ما نگاه نمی کنیم که به این آدم، اگر یه آدم احساس نداشته باشه، چوب درخت باشه، شما هزار ضربه شلاق به او بزنید بهش اثر نمی کنه. آقای دکتر، این جواب من نیست. ببینید جناب دکتر، این در هر دوتا زنن، هر دوتا در شرایط مشابه مرتکب زنا شدن. حالا اگر یک بچه 8 ساله‌ای با میل خودش مرتکب عمل جنسی شد، اون رو باید چیکارش کرد؟ من اصلا وارد این قضیه نشدم و این منو به آنه اگر اصلا وارد نمیشم. ببینید اگر یک پیرزن 90 ساله ای مرتکب زنا شد، او رو هم باید 100 ضربه شلاق زد. ببینید به نظر شما به عنوان یه آدم آزاد، بسیار خوب، به عنوان یه آدم آزاد منم دارم پاسخ میدم به شما. این حکم منو در مورد اون راهنمایی نمیکنه که کبر سن و صغر سن چه تأثیری در این حکم داره. این یک شرایط اجتماعی، این یک اجازه بفرمایید، من پای این حکم الهی ایستادم. این حکم الهی میگه دو فردی که مرتکب یه تقصیری شدن، یکیش کنیزه و یکیش زن آزاده، مجازات یکی نصف دیگریست. من پرسشم اینه که چرا دیگه وارد مسئله کودک نمیشم، مسئله زن مسن نمیشم، اینا اصلا مسئله من نیست. یک زن آزاد و یک زن اسیر و زندانی که به ازدواج کسی در میاد، دو موقعیت مختلف اجتماعی. زن کنیز الزاماً زندانی نیست. قطعاً زن کنیز زنی است که از آزادی اجتماعی مطابق دیگران برخوردار نیست، یا اسیر جنگیه یا مجرم. یا در بازار خریدنش آوردنش در خونه. ما در اسلام تحت هیچ عنوان خرید و فروش انسان نداریم. اصلا مبارزه‌ای که دنیا با اسلام میکنه به خاطر این است که دنیا معتقد به مالکیت انسانه از طریق استعمار کشورها و مالکیت دست جمعی افراد. بسیار خوب. و قرآن با این کار مخالفه. بسیار خوب. اجازه بفرمایید صحبت در اینجا همینجا نگه داریم، چون موارد دیگری هست که به این مطلب هم خواهیم رسید. اتاق فرمان، همین سوره نساء تشریف ببرید به آیه 24 سوره نساء. خب من کدوم یکی از این ترجمه ها رو بخونم برای اینکه بهتر برای جناب عالی و برای خودم باشه، یا کسی رو که من الهی قمشهی رو بیشتر قبول دارم؟ بله. اجازه فرمایید ترجمه ایشون رو بخونم. و نکاح زنان شوهردار نیز توی پرانتز بر شما حرام شد، مگر آن زنانی که توی پرانتز در جنگ های با کفار به حکم خدا توی پرانتز متصرف شده اید. این حکم خداست بر شما، و هر زنی غیر آنچه ذکر شد شما را حلال است که به مال خود به طریق زناشویی بگیرید، نه آنکه زنا کنید. پس چنانچه از آنها بهره‌مند شوید، آن مهر معین که حق آنان است به آنان بپردازید، و باکی نیست بر شما که بعد از تعیین مهر هم به چیزی با هم ترازی کنید، و بدانید که خدا البته دانا و آگاه است. خب ببینید، من متوجه سوال شما شدم. اگه خاطرتون باشه چند ماه پیش که یک چند سال پیش که در برنامه شما با دوست دیگری از باورمندان بهائی راجع به همین آیه صحبت شد و همین اعتراضی که امروز میشه اون روز هم شد. این آیه رو شما باید برگردید به چرا زن اسیر رو میشود مالک شد، زن شوهرداری رو که پیامبر میدونه که این زن شوهر داره. الان عرض میکنم، اصلا این آیه مربوط به پیامبر نیست. این آیه مربوط هست به حکم ازدواج. از آیه 23 باید شروع بکنیم که آیه 23 را بذارید، که متن این آیه این است که حرمت علیکم، یعنی حرام شد بر شما کسانی که نمیتونید با اونها ازدواج بکنید، چون آیه خیلی طولانیه تا تمام این یک ساعت رو میگیره. ولی خلاصه این آیه این است که افرادی که بر شما حرام شدن، خواهر شماست، برادر شماست، پدر شماست، مادر شماست، خاله شماست، عمه شماست، دایی شماست، تمام این افراد رو یکی یکی در اینجا اسم برده. اینها کسانی هستند که شما مجاز به ازدواج با اونها نیستید. بنابراین یک حکم این
آیات در مورد ازدواج، در مورد زنا نیست. در مورد ازدواج با زن اسیر هم هست. حالا عرض میکنم میرسیم، اجازه بفرمایید. آیه 23 از سوره نساء، سوره چهارم قرآن، محرمات ازدواج رو، کسانی که ممنوع هستید شما از ازدواج با اونها، مثل دخترتون، مثل مادرتون، مثل بقیه کسانی که در متن آیه که ملاحظه میفرمایید، اینها همه کسانی رو که شما نمیتونید با اونها ازدواج بکنید، من جمله زن شوهردار. یک لیستی قرآن میده که این افراد رو شما نمیتونید باهاشون ازدواج بکنید. جزء اون لیست یکیشون هم زنهای شوهرداره که شما با زن شوهرداری که در جنگ به اسارت اما زن شوهرداری که ما قبل از اینکه من پاسخ این سوال شما رو بدم، شما میل دارید که با تحمل قانون ازدواج رو از زبان قرآن بشنوید؟ حوصله شو دارید؟ دو تا کلمه بیشتر نیست. دو تا کلمه ازدواج، من 10 تا کلمه رو حاضرم بشنوم. ازدواج در قرآن عبارت است از برقرار کردن رابطه جنسی و خانوادگی و حقوق مشترک بین یک مرد و یک زن، مشروط بر دو عامل. دو عامل در ازدواج لازمه در اسلام، زن و مرد، هر دو، نه فقط مرد. زن و مرد باید به ازدواج رضایت بدهند. این رو مرتب از ذهن ما فرار میکنه. من اگه جای شما باشم، این رضایت متقابل اسمه. دوم این که طرفین اجازه رضایت دادن داشته باشن. زن شوهردار و مرد زندار اجازه رضایت دادن به ازدواج با شخص دیگر رو ندارن. بچه صغیر اجازه رضایت دادن نداره. آدمی که سفیه و دیوانه است اجازه رضایت دادن نداره. خب، به اینا میگیم شرایط این رضایت. این فرمایشات شما کجای این در این آیه دیده شده؟ دیده میشه. دو تا اصل رو پس ما رعایت میکنیم در ازدواج. یکی رضایت طرفینه، یکی حق رضایت دادن طرفینه. دو تا موضوع کاملا جداست. میرسیم به این آیه. میگوید که از کسانی که شما ممنوع هستید از ازدواج با اونها، محسنات یعنی زنان، حسن در زبان عربی یعنی قلعه، یعنی که دژ، یعنی مانع، زنانی که یا به مناسبت قانون یا به مناسبت داشتن شوهر حصاری دور اینهاست که نمیشه با اینها ازدواج کرد. کسانی که ممنوع هستید از ازدواج با اونها محسنات هستند، زنهای شوهردار هستند، الا مگر زنانی که ما ملکت ایمانکم، زنانی که دست راست شما مالک اونها شده. که باز برمیگردیم به همون معنی آیه گذشته، تکرارش نمی کنم که وقت تلف نشه. کسانی که تحت حمایت شما هستند، تحت تکلف شما هستند، تحت اسارت شما هستند، زندانی شما هستند، تحت نظر شما هستند، شما اختیاردار اونها هستید. حالا در مورد این اختیاردارا اجازه بفرمایید، به هیچ عنوان تمام این آقایونی که این آیات رو معنی کردند، از 400 سال پیش تا به حال این بلا رو سر اسلام اینها آوردن. یه کسی یه چیزی رو به فارسی ترجمه کرده 300 سال پیش، 400 سال پیش، هیچ کدام از این افراد شهامت این رو نداشتن که ترجمه ها رو اصلاح بکنن. و بسیاری از کسانی که اقدام کردن به ترجمه صحیح قرآن به زبان فارسی، توی گورستان ها باید دنبال اونها گشت و همه اینها رو از بین بردن. من از تمام این افراد، اونهایی که زنده هستن، سوال میکنم که مگه کلمه تصرف یک کلمه فارسی است؟ لغت صرفه در زبان عربی به معنای بکار بردن و خرج کردن و بهره‌مند شدن یک لغت عربی است. اگر قرار بود که در اینجا متصرف استفاده بشه، آیا خود قرآن شعور این کار رو نداشت که از کلمه تصرف استفاده بکنه؟ ببینید آقای دکتر، ببینید مترجم اینجا گفته زنانی که شما متصرف اونها میشید، زنانی که اونها رو تصرف میکنید. شما مال رو میتونید تصرف کنید در قرآن، شما انسان رو نمیتونید تصرف کنید، سرزمین رو میتونید تصرف کنید. این است که تمام این ترجمه هایی که جلوی شماست 100% در مورد اظهار نظر کردن، در مورد ما ملکات ایمانکم، زنانی که مورد تصرف شما قرار میگیرن، 100% اشتباهه. و این در واقع یک جوازی است
برای انجام زنا و مالکیت انسان. اسامی اجازه بدید آقای دکتر آقاسی، شما درست در آیه قبلی وقتی من اسامی این مترجمین رو ذکر کردم، شما گفتید اینها رو قبول دارید به خاطر ترجمه شون و دانششون در یه همچین مضمونی نقل به مضمون میکنم. بله همینطوره. اینو فرمودید و حالا همه اینا رو انکار میکنید. الان هم برای همه اینها احترام قائلم. نه احترام فرق میکنه. ببینید وقتی که یک عده سبب میشه، ولی ترجمه غلط اونها رو هم همه با هم چطور ممکنه غلط ترجمه کنن؟ اینا همه قرآن رو که ترجمه غلط نمیکنن که. یک چرا همچه هایی رو بردن غلط ترجمه کردن؟ ببینید اگر اجازه بدید این آقایون اغلبشون با این حاکمیت جمهوری اسلامی هستن، من نمیخوام وارد اون بحث بشم. بینندگان عزیز، ذکر نام اینها به معنی همدلی و دفاع از اینها نیست، ولی به هر حال اینا کسانی هستن که این ترجمه رو کردن. آیت الله مشکینی این ترجمه رو کرده، آیت الله مکارم شیرازی این ترجمه رو کرده و چیزی فرمایید. اسم مهم نیست آقای فروزنده. نه مهم اخبار این که اینام به حد شما بزرگترین فیلسوف دنیا رو، اینام در حد خودشون دانشمندان شیعه هستن، اصلا بزرگترین فقها و بزرگترین علمای دنیا هستن. من از همه اینها باز از این شبکه هفته پیش که ما دعوت کردیم جز فوش هیچ کدام از این آقایون روحانیون جوابی دیگه ای ندادن. این هفته باز از اونها دعوت میکنیم، هر کدام از شما مترجمین با هر عنوانی که دارید در هر کجای دنیا که هستید، من از طرف این آقای فروزنده به شما قول میدم که این برنامه رو مجانی در اختیار شما بذاریم، با همه دانشی که دارید، با همه تسلطی که به قرآن دارید، من شما رو به مبارزه میطلبم، به مبارزه فرهنگی. بیایید در اینجا و به من بگید به چه مناسبت ما ملکت ایمانکم رو ترجمه کردید به زنانی که مورد تصرف شما هستند و دنیای اسلام رو به هم ریختید و جواز زنا صادر کردید برای مردم. این آدم ها شما کسانی هستید که پایه‌گذار داعش هستید، شما کسانی هستید که از ترجمه غلط ما ملکم ملکت ایمانکم جهاد نکاحی به وجود آوردید. کسانی که امروز در دنیا جهاد نکاحی میکنن، نکاح جهادی میکنن یا هر کاری که میکنن، فحشا رو به قرآن وارد کردید با همین ترجمه های غلطی که کردید. میخواید منو سنگسار کنید؟ میخواید تهدیداتی که کردید عملی کنید؟ هر کاری که میخواید بکنید تفاوتی نمیکنه. خیلی از عمر من چیزی باقی نمانده، اما شما ترجمه قرآن رو به این خاطر به این ترتیب انجام میدهید که زن رو در اختیار مرد بگذارید و مردان آزاد باشند که زنها رو بخرند و خارج از باند نکاح و ازدواج با اونها رابطه جنسی داشته باشند. اسم خیلی زننده ای داره این کار، اسمش رو نمیخوام در اینجا استفاده کنم، ولی واقعا کسانی که اصلاح نمی کنند ترجمه قرآن رو و به همون ترجمه ای باقی میمانند که بتواند قرآن رو تبدیل بکند به وسیله ای برای شهوت رانی غیر مجاز و روابط جنسی بین انسان ها خارج از قانون ازدواج و نکاح، اینها در واقع نوعی رشوه میدن برای کاری که عرض کردم لغتش خیلی زشته که اینجا به زبان بیاریم. بله قربان. با همه احترام برای جناب عالی، من در مورد این مطلب در کنار شما نیستم، برای اینکه یک من سواد عربی ندارم، عربی نمیدونم، من زبان فارسی رو میدونم و در این زبان فارسی هم وقتی من نگاه میکنم شما میخواید سه تا لغت یاد بگیرید؟ نه اجازه بدید، البته بلد هستید عربی. نه اجازه بدید، اما خب اظهار نه اجازه فرمایید تواضع میکنه. شما فقط باید به من قانع کنید که چگونه حالا عرض کنم دیگه. اجازه بدید، من هنوز پرسش هم نکردم. نه من پرسش قبلتون اجازه بدید من جواب بدم. اجازه بدید. ده ها آیت الله و حجت الاسلام، ده ها آدم متشرعی که آمدند و رفتند و نفهمیدن و این آیه رو غلط ترجمه کردن. ایده خیلی گنده ایست شما میکنید. یزید هم قرآن رو غلط ترجمه میکرد. ای بابا این که نمیشه. یزید 300,000 نفر پشتش بودن و هر 300,000 نفر میگفتن یزید امیرالمؤمنین. این اسمی که ما برای علی استفاده میکنیم به عنوان امیرالمؤمنین، این اسم یزیده. 300,000 نفر سپاهی او رو امیرالمؤمنین میدونستن و استنباط و ترجمه و برداشتش رو از قرآن درست میدونستن. 30-40 نفر آدم هم این طرف قضیه بودن که رئیسشون حسین بود، اونها میگفتن که این ترجمه قرآن شما اشتباه است. من امام حسین نیستم، ولی ترسی هم از جمعیت 300 میلیونی یا 300 هزاری ندارم. اینها بر مبنای منطق نداشته باشید، اینها بر مبنای منطق باید بیان تو این شبکه. حالا این شبکه بده، تو شبکه خوبی برن صحبت بکنن که مردم دنیا بتونن بشنون
و بگویند قرآن که مالکیت بر شیء را حرام کرده در سوره جمعه لله ما فی السماوات و ما فی الارض، در انحصار مالکیت خداست آن چه در زمین با آسمان هاست. چطور قرآن میتونه در حالی که مالکیت شیء رو از انسان گرفته مالکیت زن رو به انسان بده، زنهایی که شما مالکش هستید، زنهایی که شما نباید گفت که سر تا پای قرآن سرشار از این تضادها هست؟ به هیچ عنوان چنین چیزی نیست. معنی قرآن در آیات دیگرش کاملا مشخص میشه که حالا من هنوز پاسخ شما رو ندادم برای اون ادعی که پاسخ رو میخوان. زن وقتی اسیر میشه، فرض کنید که الان جنگیدن، یک زنی اسیر شده توی زندان افتاده، شوهرش هم یا گم شده یا کشته شده، شما در حالت معمولی نمیتوانید با یک زن شوهردار ازدواج کنید یا برگردونم مگر استثنا زن اسیر شده است. زن شوهردار نمیتونه با شما ازدواج بکنه. بذار از اون طرف نگاه بکنیم. اگر اسیر باشه نه، اما حکم قرآن منو آزاد میذاره که شما رو آزاد نمیذاره، اون زن رو آزاد میذاره. قرآن میگه، چون عرض کردم اول شما فرمودید متوجه شدین احتیاج نداری من توضیح بیشتری بدم، من عرض کردم که ازدواج یک امر یک طرفه نیست که شما با کسی ازدواج کنید، شما و کس دیگر با هم ازدواج میکنید. آقای دکتر آقاسی، یک کار فردی یک نفری نیست. آقای دکتر آقاسی، این اون زن اجازه داره. اجازه بدید، یه حکم کلی هست که حرف شما درست. شما چطور با زن ازدواج میکنید؟ اجازه بدید من از شما این سوال بکنم، شما چطور با یه زن ازدواج میکنید؟ فرض کنید الان این خانم تو زندانه، شما میخواید باشه ازدواج کنید. آقای دکتر آقاسی، این آیه داره به من میگه زنانی که بر من حرام نیستن کیا هستن؟ یعنی زنانی که حرام هستن و بعد زنانی که حرام نیستن، به استثنای زنی که زنان شوهردار، جز آنهایی که در جنگ از زنان کفار به بردگی شما در آمدن. وای لغت بر اون مترجمی که لغت که بردگی اینجاست. ببینید شما میگید من عربی بلد نیستم، میگید شما میفرمایید در قرآن بردگی نیست، اینجا حکم بردگی داره میکنه. اجازه بفرمایید این متن قرآن، یعنی آیه 24 همینه. نکاح کنید، یعنی که نکاح کنید المحسناتی با زنان شوهرداری که. خب چی میگه؟ کجای این نوشته که الان من دارم نگاه میکنم کجاش لغت کافر شما که و فه و اینها رو که میتونید بخونید؟ نه این در پرانتزه، ببخشید این در پرانتزه، یعنی مترجم تفسیر کرده به این رو گذاشته، مترجم غلط کرده که تفسیر کرده. ببینید زنان شوهردار، یعنی این مترجم در هر مملکتی باشه باید رسوا بشه. نه اجازه بفرمایید، میگه زنان شوهردار جز آنهایی که به بردگی شما در آمده اند. این ترجمه غلطه. زنانی که تحت اسارت ببینم ترجمه دیگه چیه و در زندان شما هستند. شاید شما درست میفرمایید. آها باور کنید اینجوری نیست. این یکی آیت الله هم همین میگه. شما یه مطلب اضافی هم اینجا خوندید، گفتید زنانی که در جنگ با کفار. بله این در باز در تفسیرشه، جنگ به عربی میشه زیرا نه تفسیرشه. میگه به بردگی شما در آمدند، زنانی که به بردگی شما در آمدند زیرا اسارتشان بدون حکم شوهر به طلاق است. در قرآن آمده کسانی که با دست خودشون مطلب نینویسند و به قرآن استناد میدند اینها بدکارترین مردم روزگار هستند. من به هیچ عنوان این عنوان رو به اینها نمیدم، خدا این عنوان رو به اینها دارد. ترجمه الهی قمشه‌ای، هر کدام از اینها چیز اضافی در ترجمه نوشته باشن که در متن قرآن نباشه. میخواید خودتون بخونید ترجمه قمشه‌ای رو؟ الهی قمشه‌ای رو شما بخونید. من برای اینکه شما رو اذیت نکنم من همه اینها رو خوندم. خب میدونم خوندید، ولی بالاخره باید یه چیز یکی از اینا باشه، یه آدم درست حسابی باشه این ترجمه رو کرده. همشون آدمای درست حسابی هستن. خب پس چی؟ همه اینها شما اینا رو یه دقیقه پیش بردید تا همه اینها هم مجازات باید بشن.
مگه آدم ها صبح تا شب که بلند میشن کار خطا میکنن؟ نه این خطا فرق داره با خطای من شما. من 70 ساله که آدم نکشتم، یه دفعه همش تا این 70 سال آدم کشتم. آقا این یه دفعه میبرن شما رو میکشن. این خطا فرق داره، این خطا رو این نسل ها میلیون ها آدم رمل و استرلاب صحبت نمیکنه. نه در مورد آیه قرآن داریم زبان عربی صحبت میکنیم. ما از اینها سوال میکنیم ملکت ایمانکم دست راست چجوری میتونه مالک کسی بشه؟ خب من نمیتونم این سوال جواب بدم برای اینکه من این دانش عربی رو ندارم. بینندگان عزیز اگر کسی هستن، من چون آقای الهی قمشه‌ای رو قبول دارم به عنوان کسی که مترجم خوبی هست میپذیرم، من چون آقای زین العابدین رهنما رو به عنوان یه مترجم خوب قبول دارم حرفشو میپذیرم. اگر اجازه بفرمایید من یک دقیقه پاسخ اصلی سوال شما رو بدم که علت آزاد کردن ازدواج با زنی که در اسارت شماست و دارای شوهره و شوهرش یا مفقود الاثر شده یا کشته شده، قرآن به این زن اجازه میده که یک طرفه خودش رو مطلقه بکنه. زن تا مطلقه نباشه نمیتواند که با مرد دیگری ازدواج بکند و قانون برای طلاق دو طرف رو باید به محکمه ببره تا طلاق انجام بشه. پس یه دفعه قوانین بسیار محکم اسلامی در مورد ازدواج اینچنین آزاد میشه که زن اسیر بتواند خودش رو مطلقه بکند و بعد اگر دلش خواست ازدواج کنه، اگر دلش نخواست ازدواج نکنه. این به هیچ عنوان اجباری در اینجا گفته نشده که شما مجبور هستید با زن زندانی شوهردار ازدواج بکنید. اولا لغت ازدواج رو نگذارید از ذهنتون فرار بکنه. موضوع زنا در اینجا مطرح نیست، موضوع ازدواج مطرحه. موضوع ازدواج باید با رضایت و اهلیت باشه و باید حق رضایت دادن داشته باشه. قرآن به زن شوهرداری که اسیر شده و به شوهرش دسترسی نداره، چرا این کارو میکنه؟ یا شوهرش نه مرده؟ چرا این کارو میکنه اسلام؟ برای اینکه حق زن رو بهش بده. نه چرا این حق رو از خود اسلام سلب میکنه که آقا حقوق زن شوهردار اسیر مثل زن شوهردار آزاده، بیشتر از زن آزاده رو باید رعایت کنید. شما به خود زن اجازه میده چون در شرایط سخت قرار گرفته خودشو مطلقه بکنه و کسی که اونجا بالا سرش وایساده صاحبش بشه. صاحبش نمیشه. پس چی میشه؟ این برداشت شماست. زن شوهرداری که شوهرش مفقود الاثر باشه یا کشته شده باشه و زن در زندان باشه و اسیر باشه، به این زن حقوق اضافی داده شده مثل به اون برده ای که شما اسم برده روش گذاشتید و مجازاتش نصفه و پرسیدید چرا مجازاتش نصفه. به این زن اسیر هم حقوق اضافی داده شده که زن آزاد برای طلاق گرفتن باید بره محکمه، اما زنی که دارای اسارت هست حق طلاق به این زن داده شده که میتونه خودش رو مطلقه بکنه. و باز عرض کردم در متن آیه شما میبینید به هیچ عنوان به شما دستور نداده که برو با این زنی که اسیر هست ازدواج کن. میگوید شما حق ازدواج داری، اون زن هم حق ازدواج داره. بنابراین ما با دو انسان آزاد که دارای اهلیت و ترازی متقابل هستن طرف هستیم. زن آزاد دارای حق طلاق فردی نیست، زن زندانی و اسیر میتواند که در صورتی که شوهرش مفقود الاثر باشه یا کشته شده باشه میتواند که یک طرفه امر طلاق رو جاری بکنه. برم سر آیه دیگر. بنابراین امتیازی است که به زن اسیر داده شد. تعبیر شماست. شما هم تعبیر خودتون رو داشتید. نه من تعبیر خودم به عنوان یک فردی که فقط، البته من هیچ کدوم از این تعبیرها رو استفاده نمی کنم برای اینکه من معتقدم انسان قابل احترام ازدواج با زن، رابطه با زن یا رابطه هر مردی با زن یا زنی با مردی باید توأم با احترام و رضایت طرفین باشه. اینکه چه شیوهی انجام میشه در آیین بودا یه شکله، در آیین اسلام هم یه شکل دیگه است و بهترینش اون آیینی است که بر هیچ کدوم از این مذاهب حاکم نیست. زن رو میپذیره به خاطر انسان بودنش، مرد رو میپذیره به خاطر انسان بودنش و قوانین جاری قرن 21 بر رابطه‌شون. آقای فرزنده شما یه جامعه شناس هستین. بله. از نظر شما میدونید جامعه شناسی مبنای علم حقوق، یعنی در واقع میشه که جامعه شناس معماریه که متخصصین حقوق مهندسین ساختمانش هستند. بنابراین این کسانی که میگن جامعه شناس به امور حقوقی دخالت نمیکنه، جامعه شناس واضع قانونه، منتها حقوقدان این آیین نامه اجراییش رو تنظیم میکنه. به عنوان یک جامعه شناس من از شما میپرسم قانونی پیشرفته تر در ازدواج از اینکه طرفین آزاد باشن که رضایت بدن
و رضایت اونها مشروط باشه، یعنی از نظر قانونی هر کس نتونه با هر کس ازدواج بکنه، یک محدودیت هایی برای ازدواج باشه، یعنی شما که دارای همسر هستید یک حقی دارید نسبت به آدمی که زن شماست و زن شما یک حقی داره نسبت به شما، شما مجاز نیستید با زن دیگه ازدواج کنید، زن شما مجاز نیست با مرد دیگه ازدواج بکنه. به نظر شما این اصل ترازی و اهلیت یا لیگال کپاسیتی و میوچوال کنسنت که در اسلام امر شده به نظر شما پیشرفته تر از این قانونی برای ازدواج دو نفر به عنوان یک جامعه شناس سراغ داری؟ خب من تعبیر دیگری هم از ازدواج در اسلام میشنوم. این تعبیر آقای دکتر آقاسی است. تعبیر قرآن نه. ببینید شما از یه جای دیگه آمدید ترجمه یه عده‌ای از پیشوایان مذهبی رو به حال. اینا حالا درسته در حاکمیت جمهوری اسلامی هر کدوم یه علنگ و دولنگی دارن، ولی واقعا اینا همه عمرشون هم صرف این حرفا کردن. اینو که نمیشه انکار کرد که چه زمانی که به این قدرت دست یافته بودن چه در زمانی که در این قدرت نیستن. حالا وقتی شما تعبیری که دارید تا این حد متفاوته با تعبیر اینها، من باید به تعبیرات شما هم فکر کنم. شما هم یه نهله تازه‌ای رو باز میکنید. اگر من یکی از این آقایون رو بردارم بیارم اینجا و بگم آقای دکتر آقاسی تفسیر به رأی میکنند، من با چیکار کنم؟ آقایونی که میخواید بیارید یا خانمهایی که میخواید بیارید، همه اینها رو دم در وارسی بکنید لباساشونو و هر نوع کتاب حدیث و هر نوع اندیشه حدیثی، روایت، شأن نزول، تاریخ رو از ذهنشون دور بکنید و با قرآن فقط وارد این استودیو بشن و خارج از حدود و ثغور این چارچوب این قرآن اظهار نظر نکنن. آقای من باهاشون صحبت آقای دکتر من فکر میکنم من چند دقیقه بیشتر وقت در اختیارم نیست. همه اینا هم مونده، این که هیچی، ولی اجازه بدید حداقل یک سال دیگر رو مطرح کنم که جلوتر بریم. سوره احزاب، بله قربان، آیه 50، بله قربان. در آیه 50 سوره احزاب، سوره چند بود؟ 24 بود. سوره شماره سوره رو ندارم، ولی بله، سوره احزاب، بله بله، آیه 50، بله، میگوید که ای پیامبر، ما همسرانت را برایت حلال کردیم، چه آنها که حقشان را داده ای و چه آنها که کنیز تو هستند، و خدا به عنوان غنیمت جنگی نصیب تو کرده و نیز دختران عمو و دختران عمه و دختران دایی و دختران خاله هایت که با تو مهاجرت کردند، همه را بر تو حلال کردیم، و نیز بر هر هر زن مؤمنی که خود را به پیغمبر ببخشد و پیغمبر هم بخواهد که با او ازدواج کند، تنها این نکاح بدون مهر برای اوست، نه برای همه. تنها این نکاح بدون مهر برای اوست، نه برای همه مؤمنین. ما میدانیم چه احکامی درباره همسران مؤمنین و کنیزهایشان واجب کردیم تا در این باره حرج و دشواری بر تو نباشد، و خداوند همواره آمرزنده و رحیم است. ممکنه بفرمایید که این چه جور حکمیه؟ چطور همه باید آماده باشن خودشون رو به پیغمبر ببخشن؟ اصلا این چه ریم چه آیه هایی برای پیغمبر باید نازل بشه؟ یعنی اگه تمام زنهای مؤمن بخوان خودشون رو به پیغمبر ببخشن، پیغمبر میتونه با اینا ازدواج کنه؟ این چیه؟ ممکنه بفرمایید؟ حالا عرض میکنم، در آیه قبلی که ارائه فرمودید و مطرح فرمودید، زنهایی که یا مردهایی که به شما یا به زن حرام هستن لیست شده بود. بله. هیچ دلیل بر این نیست که این آیه وقتی میگوید که این افراد به شما حلال هستند. الان شما هم در محاورات معمولی میگید که مثلا با خواهر نمیشه ازدواج کرد، ولی دختر خالت به تو حلاله اگر بخوای ازدواج بکنی، یعنی مانع قانونی نداره. آیا این دلیل بر این میشه که هرچی دختر خاله دارید همه اینها همسر شما هستند؟ حلال بودن با موضوع عملا با کسی ازدواج کردن، یعنی قابل ازدواج بودن با مزدوج بودن دو معنی کاملا مخالف داره، و در اینجا کسانی که مجاز به ازدواج با پیامبر هستند اسم برده شده، و تنها چیزی که در اینجا برای پیغمبر نسبت به دیگران تبعیض یا تفاوت با
قول شما تبعیض قائل شده این است که در اسلام به طور کلی برای ازدواج با هر زنی توصیه شدید شده که برای او مهر یا یک نوع حمایت مالی قائل بشید. در مورد پیامبر این شرط برداشته شده و الزام قائل شدن مهر برای پیغمبر در قرآن نیامده. من مورد دیگری از استثناء در اینجا نمی بینم و نگفته که فقط دختر خاله تو به تو حلال شده. دختر خاله هر کسی که دارای شرایط ازدواج باشه، توجه بکنید، دارای شرایط ازدواج باشه، دختر خاله هر کسی برای او مجاز به ازدواج هست. ولی نکاح بدون مهر برای پیامبره، نه برای همه مؤمنین. یعنی برای مؤمنین همونطور که عرض کردم توصیه شدید شده که حتما برای زنان مهریه قائل بشید، یعنی حمایت مالی قائل بشید. برای پیامبر این شرط برداشته شده. چرا؟ برای اینکه باز ما اگر که بخوایم به آیات دیگر قرآن نگاه بکنیم میبینیم که پیامبر به عنوان کسی که در واقع حافظ و حامی همه مردم هست، شرایط مالی او ممکن است که اقتضا نکند، ایجاب نکند و در مقام یک پیامبر که مظهر عدالت هست این کار و این امر به خود او واگذار شده که اگر لازم با زنی ازدواج بکنه اما نداره که مهر اون زن رو بده، این توصیه از اون برداشته شده. باز هم برمیگردیم به این موضوعی که مرتب از ذهن همه فرار میکنه، من جمله ذهن من و شما، و اون اینکه آیا پیامبر اجازه داشته که یک طرفه با کسی ازدواج کنه یا نه. اگر ما این سوال رو در ذهنمون اجازه بدیم که باقی بمانه و از ذهن ما فرار نکنه، اون وقت ما پاسخ همه سوالات خودمون رو میگیریم، چون ازدواج رو ما مرتب یک امر یک طرفه. این آیه رو با ترجمهش مسئله ندارید، میگه همه را بر تو حلال کردیم و نیز هر زن مؤمنی که خود را به پیغمبر ببخشد و پیغمبر هم بخواهد که با او ازدواج کنه. یعنی همه رو به شما حلال کردیم، نه اینکه مادر پیغمبرم بهش حلال شده، برادرش هم بهش حلال شده، پسرش هم بهش حلال شده. نه، میگه هر زن مؤمنی، هر زن مؤمنی رو به شما حلال کردیم خود را به پیغمبر ببخشد. یعنی که بدون مهر به ازدواجش درده. یعنی بدون اینکه تقاضای مهر بکنه بتونه پیغمبر با او ازدواج کنه. ولی اگر زن تقاضای مهر کرد، پیغمبر قدرت ازدواج با او رو نداره. به عنوان مثال فرض کنید که پیغمبر میخواد با خانم شماره یک ازدواج بکنه. خانم شماره یک حاضر نمیشه که بدون مهر ازدواج بکنه. آیا این آیه به نظر شما به پیغمبر اجازه میده که خلاف رضایت زن با زن ازدواج بکنه؟ نه، این آیه اجازه نمیده. بنابراین پیغمبر رو آزاد گذاشته که تو میتوانی در صورتی که زن رضایت به عدم وجود مهر بده با او ازدواج بکنی. در مورد بقیه افراد هم همینطوره، منتهای مراتب در بقیه افراد توصیه شدید و مکرر شده که برای ازدواج با زن بایستی نوعی حمایت مالی برای زن در نظر بگیریم. و در این آیه هم کاملا اگر که ما شرایط ازدواج رو شرایط متقابل بدونیم، یعنی طرفین باید رضایت بدن و طرفین باید اجازه رضایت داشته باشن، در اینجا میگوید زنان مؤمن به تو حلال هستند. پیغمبر تکلیفش نسبت به زنان چیه؟ در چه موردی؟ در مورد این که زنی به هر حال، اگه البته من نمیدونم در تاریخ اسلام همچین چیزی هست یا نه، یک زنی آیا بوده که از پیغمبر خوشش نیاد، بخواد از پیغمبر جدا شه؟ حتما اینطور بوده، برای اینکه در قرآن یک حکمی هست که زنانی که از پیغمبر طلاق میگیرند از اونها اجازه ازدواج مجدد سلب شده. یعنی جزء چیزهایی که مورد علاقه شماست که تبعیض گذاشته قرآن، یکیش هم اینه. حالا شما ندارید در سوالاتتون. نه چرا نرسیدم، دارم، ولی چرا؟ باز هم برمیگردیم به این که حکمت الهی این است که کسانی که میخوان زن پیغمبر بشن از قبل بدونن که بالاخره این پیغمبر هم یه آدمیه مثل بقیه آدم ها، ممکنه اختلافشون بشه، ممکنه کار به طلاق بکشه. اگر قرار شد که طلاق بگیرن، بدانن که نمیتوانند با کسی دیگری ازدواج بکنن. با این توجه به این شرط و با این محدودیت، اگه دلشون خواست وارد روابط نکاحی با پیامبر بشه،
چرا اینطوره من حکمت الهی را نمیدونم، ولی حکم قرآن و توصیه قرآن این است که زنها بدانند که در صورتی که با پیغمبر، این سوال شما که فرمودید که زنهای پیغمبر طلاق هم میگیرن یا نه، قطعا اگر طلاق نمیگرفتن این حکم در قرآن نمیامد. بنابراین ما مواردی داریم که زنان پیغمبر تقاضای طلاق از او کردن. ما باید به تاریخ برای اون کار مراجعه بکنیم که من نمیخوام که در این بکنم، ولی در قرآن برای حکم طلاق نسبت به زنهای پیغمبر آمده و حکم طلاق این است که زنها از ازدواج مجدد بعد از طلاق از پیغمبر محروم هستن. یعنی آدم زن پیغمبر که بشه شوهر اول و آخر زندگیشه. دقیقا همینطوره. خب این چیز نیست، این حالا بده الان که گذشته دیگه، شما نگران نباشید. نه برای اینکه من دارم به پیشوام نگاه میکنم ببینم که چیکار کرده. به شما این حکم نشده، این قانون فقط برای اوست. اینه که شما اگر که همسری بگیرید و من همسری بگیرم و با همسرم جدا بشم، این حق از همسر من سلب نمیشه. از زنان پیغمبر که پیغمبر فوت کرده رفته، زنهاش هم فوت کردن رفتن. اینه که خیال شما از اون بابت راحت باشه. ما راجع به مسائلی باید نگران باشیم که مربوط به دنیای امروز. البته خب وقتی که شما با این ترتیب از پیغمبر اسلام دفاع میکنید، درسته ایشون فوت کردن رفتن، حتما مشمول رحمت الهی هم هستن اگه، و با این ترتیب، ولی ایشون رفتارشون، کردارشون و اعمالشون، اصلا تمام این چند میلیارد مسلمانی که اومده و رفته به دنبال ایشون اومدن. یعنی مثل من و شما نیستن که بعد از مرگمون فراموش بشن. یه تفاوت به دنبال تاریخ نوشته شده همین بزرگانی که الان به چند تاشون اشاره کردید و همه این ترجمه ها و همه این تعابیری که روی این ترجمه ها کردن بر مبنای تفسیرهایی است که از احادیث کردن، و اگر شما اون احادیث رو از قرآن سلب بکنید و کنار بگذارید، میبینید که این ترجمه ها هیچ پایه و اساسی نداره. یک جلسه ای شاید ما به چگونگی شکل گرفتن حدیث که پایه ساختمان مذاهب مختلف و فرقه های مختلف در اسلام هست باید مراجعه بکنیم، و اون وقت شما خواهید دید که اون چیزی که امروز بر اسلام و به نام اسلام در دنیا حکومت میکنه، فرسنگ ها با قرآن فاصله داره. و اگر ما بتوانیم توسط این برنامه و برنامه های نظیر این مردم دنیا رو متوجه به یک حقیقت بکنیم، و اون حقیقت این است که جهل مردم پایه و ساختمان فرقه های خشونتبار و خرافی جهان امروز ما و جهان دیروز ماست. شما فکر میکنید که اگر مردم از قرآن مطلع بودند، یک دختر جوان تحصیل کرده اگر به نام مسلمان از قرآن مطلع بود، به عنوان جهاد نکاحی خودش رو در اختیار مردان مختلف میگذاشت، در حالی که در همین قرآن آیه صریح ما داریم که زن بعد از جدا شدن از مرد باید که سه عده نگه بداره، یعنی سه بار در واقع از عادات ماهیانش بگذره و حدوداً 100 روز از ازدواجش بگذره. یعنی بالاترین تعداد شوهرهایی که یک زن اجازه داره که در سال اختیار بکنه از سه شوهر متجاوز نیست، چون شوهر چهارم به سال بعد میفته. سه تا 100 روز میشه 300 روز و 100 روز بعدی جزء 400 روز میشه که سال دوم میشه. این افرادی که در جهاد نکاحی شرکت میکنن و با صدها نفر در ماه هم بستر میشن، البته اختیار خودشون رو دارن، اسلام خودشون رو هم دارن، دین خودشون رو هم دارن، اما اگر ما جهل به قرآن نمی داشتیم، داعش و امثال داعش که یکی دوتا هم نیستند قادر می بودند که از این افراد بهره برداری جنسی به نام قرآن کنند. نه، ما در این حال، در این حال فرمایشتون یه پاسخ دیگه داره. ما کتابی رو داریم که متاسفانه مفاهیمش رو هر کسی میتونه از دید خودش تفسیر، تعبیر و ترجمه بکنه،
و همین این مبنای بزرگی برای این شعب مختلف برداشت‌های متفاوته و زمینه است برای به وجود آمدن گروه‌های داعشی هم در ایران هم در عراق و سوریه و همین. اجازه میدید من با شما مخالفت بکنم؟ حتما شما میتونید. دلیل مخالفتم این است که در قرآن میگوید که ما افراد رو با ظرفیت‌ها و استعدادهای مختلف با نگرش‌های مختلف خلق کردیم که استنباط‌های مختلف از قرآن داشته باشند و این استنباط‌های مختلفی که مردم از قرآن دارند باید در معارفه و مشاوره قرار بگیره. شما آیا با این قانون مترقی قرآن مخالف هستید که افراد دارای استعداد شخصی و استنباط‌های متفاوت از قرآن هستند، اما چیزی که ما امروز اجازه نمیدیم چون آزادی بیان نداریم استنباط های افراد مورد تعاطی افکار و مشاوره و معارفه قرار نمیگیره و هر کس مثل این آقایون به تنهایی با قدرت های دولتی یا قدرت های محلی یا قدرت های پولی در واقع یک امپراتوری برای خودش در اسلام بنا کنه. خب این درست، ولی خب در این حال امروز امکانات دنیا این فرصت رو فراهم کرده که شما که دستتون به شما هیچ قدرتی نه من یه ابزارم دیگه، متاسفانه دیگران فراهم نمی کنن. بدونید این هست، به هر حال هر کی فراهم کرده که شما هم پیامتون رو به مردم برسونید. ممنونم که آمدید. من فقط تونستم 3-4 سوال مطرح کنم، مثل اینکه این دفتر به این سادگی رو به آخر نمیرسه. سپاسگزارم آقای دکتر، از همسر گرامیتونم ممنونم. بینندگان عزیز هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و نگران نباشید، روزگار به کامتون خواهد بود.